وحشت خلیفه ارتجا از دادخواهی و کیفر قتل عام 67 و فرستادن آخوند جلاد علی رازینی به تلویزیون آخوندی. در حالی که انتشار گزارش عفو بین الملل در 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و اوجگیری جنبش دادخواهی نظام دشخیمان حاکم بر ایران را هراسان کرده، ولی فقیه ارتجا آخوند جلاد علی رازینی از جلادان قضایی ارتجا را برای توجیه تراشی و به قول خودش دفاع از خمینی به صحنه فرستاد. به خصوص که گزارش اخیر عفو بین الملل از قتل عام 67 به عنوان یک جنایت ادامه دار علیه بشریت یاد کرده و تصریح می کند ایجاد یک سازوکار بین المللی از سوی سازمان ملل برای مجازات مسئولان این جنایت اهمیت حیاتی دارد. امام مثلا چرا این دستور رو دادن؟ یا به اون قضاتی که این دستور اجرا کردن ایراد میگرفتن که چرا این افراد باشون برخورد شده؟ حرف و شبهه این بود که اینا قبلا حکم در موردشون صادر شده بوده، وقتی حکم صادر شده دوباره نمیشه مجازاتشون کرد، یعنی کسی یه جرم مرتکب شد برای اون جرم دوباره مجازات نمیشه، یه بار محکوم شد به حبس به هر چی دیگه تمام میشه دیگه. حرف این بود، در حالی که اینها اشتباه میکردن، اینها برای جرائم جدیدشون رسیدگی شدن و رسیدگی انجام شد. یعنی در واقع 3 نفر قاضی، 3 نفر جلسه و هیئتی داشتن، اون حرکات و فعالیت های اون فرد رو بررسی میکردن و بعد نظر میدادن. منتها دادگاه ها یه مقدار سریع بود، یعنی در فرصت کمی این کار انجام شد، چون زمانی بود منافقین یه خیز جدید برداشته بودن، اون زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کرده بودن، آمدن که بیان مثلا کشور رو فتح کنن و شهرهایی رو بگیرن، اونجا حکومت ایجاد کنن. در واقع اون زمان امام مصلحت دیدن که با کادرهای اونا برخورد بشه، اگه جرائم جدیدی در زندان داشتن با اون جرائم برخورد بشه. 3 نفر در هر استان مشخص شدن، یک قاضی محکمه. آقا یعنی چی جرائم جدیدی تو زندان داشتن؟ من خودم نفهمیدم. سازماندهی میکردن تو خود زندان؟ بله، برای جذب نیروی جدید، برای فعالیت‌های جدید و الحاق به منافقین وقتی دارن میان. فعالیت شما جا خیلی گسترده بود؟ منافقین در بعض استان‌ها گسترده بود. بیانیه اخیر عفو بین الملل با تاکید بر اینکه سرکردگان رژیم در تلاش برای انکار و تحریف حقیقت در رابطه با قتل عام 67 مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند تصریح می کند سال هاست که مقامات ایران در همه سطوح تلاش کردند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق در مرداد 1367 اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند. این در حالی است که ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های گسترده فراغذایی مصداق جنایت علیه بشریت است و تحت هیچ شرایطی قابل دفاع یا توجیه نیست.